سه دو یک. این منم، مونا محمود نژاد، 17 ساله. اینم بچگیمه، با بابام یدالله، خونوادمون، خواهرم ترانه، اینجا دست انداخته گردن مامان و بابا. اینم روزای مدرسه، اینجا عروسی خالمه، من با دامن قرمز گلگلی کنارشم. ببینین بابام چطوری دستاشو گره کرده؟ اینجا هم دستاشو همون جوری گرفته. اینجا هم با بچه ها بودیم، هممون داریم میخندیم. اینم کارت مدرسمه، کلاس چهارم با موضوع آزادی یه انشا نوشتم. معلممون خیلی بدش اومد، براش تنبیه نشدم، اخراج نشدم، ولی آخرش این انشا مدرک دیگه ای شد برای اعدام من. قصه شیرازو شنیدین؟ قصه این کوچه ها، محله 500 دستگاه خاتون. اینجا خونه ما بود. اون اتاق پشت برگای درخت، اتاق خواب من بود. پاییز 61، روزای اول مدرسه. داشتم برای امتحان زبان آماده می شدم که پاسدارا ریختن خونمون. این قصه رو شاید قرار نبود و قرار نیست کسی بدونه. انگار مردم درگیر خیلی چیزای دیگه. درگیر زندگی خودشون. بخشی از قصه‌ای که میخوام بگم توی این کتاب اومده. کتابی که آزاده، یکی از دوستای دوره نوجوانیم، با شوهرش نوشتن. توی مدرسه همینجور که میدون توی ایران یک تاپیکی میدادن که راجبش نوشته میشد و این راجب آزادی بود. خب در اون موقع بهائیان در ایران خب آزادیشون رو داشتن ازشون گرفته میشد دیگه و مونا میخواست به همکلاسیهاش و به مردم بفهمونه که این آزادی نیست که ما داریم و خب شروع کرد از ایده هایی که خودش اعتقاد داره که این باعث شد که معلمش خیلی عصبانی بشه و ازش خواسته بود که ساکت بشه و ادامه نده ولی مونا همینجور ادامه داد تا داستان انشا شد تا آخر کلاس خون که بعدم همینجور که دوستان میدونن خب بردنش پیش مدیر مدرسه و مدیر مدرسه گفته که تو این حق نداری که راجع به آزادی بیانت ایده که داری توی مدرسه صحبت کنی. وقتی که به خونه حمله کردن به اتاق مونا رفته بودن و همین انشاهای مونا رو دیده بودن چون وقتی که میان که مونا رو ببرن خانم محمود نژاد میگن چرا اینو میبری؟ مونا یک بچه است و میگن که اینو بچه صدا نکن، این در آینده دنیا رو با آتش میکشه با نوشته هاش. خب این همین نوشته های مونا رو پیدا کرده بودن، خودش شد باعثی برای دستگیری مونا. وقتی که مونا رو گرفتن همه فکر کردن فقط میخوان خانوادهش رو بترسونن. خب چند تا انشا از اتاق مونا پیدا کردن، فهمیدن که مونا میره خونه به بچه هایی که از مدرسه اخراج شدن درس میده و همچنین مونا معلم درس اخلاق بود که درس اخلاق کلاسایی هست که به بچه‌ها رفتارهای روحانی درس داده میشه. این شوهر ترانه است. مونا نمیدونم کیه اینجا. مونا 2 سال قبل از اینکه من به دنیا بیام اعدام شده بود و خب من هیچ وقت نتونستم ببینمش از نزدیک، ولی همیشه توی خانواده صحبت ازش بود، هر جا که میرفتی اصولا صحبت ازش بود چون خیلی شخصیت بولدی شده بود اون زمان و فکر می‌کنم هنوز هم هست، مخصوصا توی جامعه باهایی. اون زمان خالم هم در قید حیات بود، خانم محمود نژاد، و خب داستاناشو میگفت. مامانم هم همسن و سال مونا بود، باهاش همبازی بوده و مونا توی عروسی مامانم هم بوده. چیزی که من تصوری که من ازش دارم یه انسان شاد بوده، خیلی آدم محکمی بوده، قاطعی بوده،
ایمان راسخی داشته به دیانت باهایی و خیلی دوست داشته که به جامعه اطرافش خدمت بکنه. فقط سراغ خانواده ما نیومدن. خیلی از خانواده های بهایی شیراز بازداشت شدن. این زرین مقیمیه با لباس محلی عبیانه، یکی از دخترهای بهایی که با ما زندانی شد. این هم من و زرین هستیم در منزل ما در تهران که البته تمام زندگی ما رو گرفتن ازمون. دولت عروسی دختر خالم بود که مامان خونه منزل ما گرفت، زرین و من. این عکس وارق تحصیلی زرینه، زمانی که از دانشگاه تهران وارق تحصیل شد. زرین با من بسیار نزدیک بود چون دختر داییم بود. ما تقریبا یه 2 سال خورده با هم دیگه تفاوت سنی داشتیم. زرین 2 سال خورده از من بزرگتر بود و خیلی حالت منتور برا من داشت. خیلی چیزها رو با هم دیگه میشستیم صحبت میکردیم دربارش، با من شریک میشد و اینها. نو خانم دیگر رو من اصلا آشنایی باهاشون نداشتم. شما 1979 ایران رو ترک کردیم و دیگه اونجا ما نبودیم و در زمانی هم که زرین به زندان افتاد با پدر و مادرش ما در ایران نبودیم دیگه، اون زمان ما در سوئد بودیم. ولی دلیلی هم که زرین این به این مسئله دوچار شد، زرین تنها نبود. در 2 شب 80 تن از بهائی‌ها رو در شیراز دستگیر کردن و بردن زندان. خیلی عجیبه وقتی که پدر مادر من بعد از 16 سال که من ندیده بودمشون تونستن اجازه بگیرن از ایران بیان بیرون و اومدن سوئد پیش ما. وقتی اومدن پیش ما من یه دفعه به فکرم رسید که بد نیست که چون من خودم تو این کار فیلم بودم به جای نوشتن چقدر بهتره که من اینو ضبط کنم جلوی دوربین و گفته هاشون از زبان خودشون. توی این عکس پدر و مادر زرین کنارش ایستادن. مادر زرین توی بازداشتگاه با ما بود. پدرش هم با مردای بازداشتی مثل بابام توی بخش مردا. خوابیده بودیم، ما ساعت 12 بود خوابمون برده بود که دیدم زنگ خونه به صدا در اومد. در رو که باز کردم دیدم 3 تا پاسدار، عرض کنم که مسلح پشت درم. تا در رو باز کردم گفت منزل مقیمی اینجاست، گفتم بله. گفت مقیمی شما هستی؟ گفتم بله. گفت بهایی هستی؟ گفتم بله. خب بریم تو. تو ماشین که نشستیم گفت که سرتون رو دولا کنی. ما سرمون در لکه. البته من خیلی ناراحت بودم، گریه میکردم. اون وقت بردنمون تا دم سپاه. دم سپاه اون وقت همش هم میگفتن چرا ناراحتی، ما فقط دوست و سوال از تو میکنیم، آزادتون میکنیم. یه چیزی دست ما دارم رزومه لولی کرده که به اصطلاح یعنی چی؟ یعنی شما مثلا نجسی. سر این رزومه رو اون گرفته سرشم و گفت بیا. رفتیم تا یه جا وایستا. در رو با کرد و چشم منم با کرد و منو انداختو. تو که رفتیم حالا ساعت 11:30 بود، دیدیم که اینجا پر جمعیته. یه عده نشستن، یه عده هم خوابیدن ولی زیاد حرف نمیزنن چون قدقم بود. ما رو بردن تو یک دالون خیلی طولانی، بردن یه جا دری قلب بود. قلب رو باز کرد و من دیدم یه خانمی دست منو گرفت که بیا تو. چشمام اون وقت باز کرد. این خانم از من پرسید که در چه رابطه شما رو گرفتن. گفتم چه میدونم، من جرأت نمیکردم چیزی بگم. گفت نترس، من خود من مثل شما زندانی هست. بهش گفتن در رابطه با باهایی بودم ما رو گرفتن. اونشون گفت که چه خبرتونه که امشب خیلی ها دستگیر شدن، خیلی ها شما دستگیر شدن. یک نفر دست گذاشت رو شونم، گفت مقیمی ناراحت نشو، ما همه اومدیم. دیدم که محمود نژاد بود اون که دست رو دوشون من گذاشته بود که خیلی دوست بودیم. گفت من هستم، آقای حکیمی هست و عرض کنم که خیلی ها هستن. خانم منم گرفتن و آوردن، دختر منم گرفتن آوردن و ناراحت نشو. فرداش خانم یلدایی رو بردن برای بازجویی. خانم یلدایی رو که بردن من قدم می‌زدم که وقتی دیدم که در باز شد خانم یلدایی را آوردن تو. خیلی دیدم ناراحت داره، صورتش پر عرقه. من بچه‌ها رو صدا کردم که بچه‌ها
خانم یلدایی من نمیدونستم شلاقش زدن، پشتش که بالا زدن دیدم که شلاقش زدن، برش گردونن رو پشت. این زن چون مریضم بود خیلی ناراحت بود که دیدیم اومدن دوباره دنبالش ببرنش. بس که خانم یلدایی ناراحت بود و اشک میریخت که دوباره میخوام منو بزنن، اون وقت میخوام ببرن منو دوباره شلاق بدن. مادر بعضی از بچه ها اونجا بودن. اولش خوشحال بودیم که با همیم، ولی بعد فهمیدیم مادرها از دیدن بازجویی و شکنجه بچه هاشون چه عذابی میکشن. میپرسیدن که شما اسمت چیه؟ بهایسی؟ بله. تشکیلات داشتی؟ هر که داشت میگه آره، هر که نداشت میگه نه. این چیز را صهیونی هستی؟ شما به اصطلاح اسرائیل پول میفرستادید؟ جاسوسی؟ فلان، این حرفا رو میزدن. یه شب زرین رو بردن باز برای بازجویی، خیلی دیر اومد، خیلی دیر اومد. اون وقت چون زرین به من گفت مامان خب بازجویی یه وقت دیر و زود میشه، اون وقت ناراحت نشو. زرین تحملش زیاد بود. اون وقت بهش گفته بود که تو باید فکر امامو بخونی، که فکر امام چیه، تو اون وقت امام الان چه فکری تو سرش. اون وقت هم اگر چیزی اشتباه در باره امام بگی، اون وقت اینجا سرتو میزنم زیر پا، انقدر لغت میزنم که مغزت ده بشه. زرین چون از سر شب تا تقریبا نیمه های شب این بازجویی شروع شده بود، شکنجه روحی شده بود، تحملش از دست میده. گریهش میگیره، میگه که همین الان دستور اعدام منو بده و خلاصم کن. من که میدونم از دست شما آزاد نمیشم، پس منو اعدام کنی. این بلند میشه و بازجوبش میگه شما فکر میکنی ما قلب نداریم؟ ما هم احساسات داریم، ما هم قلب تو سینمونه، ولی این سوالا همه سوالاییه که به ما داده شده از شما بکنیم. ساکت شو. از اتاق میذاره میره بیرون، برکه میگرده میبینه زرین هنوز داره گریه میکنه. بهش میگه گریه نکن. اون وقت بلند شو برو، حتما مادرت مثل دیشب حالش به هم خورده. در حدود 160 نفر اونجا بودن که اینا همه محاکمه داشتن و هنوز هیچ کدوم تموم نشد، که عده زیادشون به نام مجاهدین بودن، یه عده کمشون به نام کمونیست بودن. این چیز احزاب مختلف اونجا بودن. رویا اشراقی و مامانش هم با ما زندانی بودن، باباش رو هم گرفته بودن. رویا 23 سالش بود. این عکس فکر کنم سال آخره که بودن گرفتن، رویا با مامان و بابا 7 ماه در زندان بودن. وقتی که شنیدیم که زندانی شدن، نگرانیمون بیشتر برای مامان بود، برای اینکه نمیدونستیم که مامان چطور میتونه تحمل کنه سختی‌های زندان رو و احتمالاتی که ممکنه برای دخترش در زندان باشه، که سختی‌هایی که برای دخترش باشه. یعنی وقتی که به عنوان یک مادر من الان فکر می‌کنم، نمیتونم تصور کنم که مادر بیچاره من توی این زندان چی کشید. و شنیدم از بعضیا که واقعا خیلی افسرده بود که برای این دخترای جوان، و همیشه رویا بهش میگفته مادر ناراحت نباش، هر چی که صلاح هست پیش میاد. یکی از چیزایی که خیلی وقتا وقتی من فکرشو میکنم واقعا قلبم میگیره اینه که یک مدتی توی زندان محیط هوای آزاد اینا مثل اینکه داشتن درست میکردن و امکانش نبود که این زندانیا برن به محیط فضای آزاد. و بهار بود، یه دفعه که خواهرم به ملاقات مادرم میره، مادرم بهش میگه که از بهار برای من تعریف کن، بگو چطوره، هوا چطوره، آیا بوی بهار نارنج همه فضا رو پر کرده.
نگیرم. چند سال بعد از این ماجرا محمد برادر زرین اومده بود شیراز. اینجا با باباش رفته بودن اطراف زندان عادل‌آباد. من همیشه تو این فکر می‌کردم که پدر مادرم چه احساسی داشتن وقتی زندان بودن. تا اینکه پدر مادر بعد از 16 سال اومدن سوئد، من می‌خواستم برمش تو هتل. ما وقتی که پدرم در باز کرد، پاشک گذاشت و دیدم خشکش زد. اصلا پدر من یه شاکی بهش دست داد. گفتم چی؟ رفتم تو دیدم ای داده بیداد. اینجا زندان قدیمی بوده که کردنش هتل. ساختمون همونه. همه چی پدرم گفت اینجا درست مثل زندان عادل‌آباده. چندین طبقه است. دورش نرده داره. البته اینجا نرده نصفه بود. ولی عادل‌آباد نرده رو کشیدن تو بالا کسی خودش رو پرت نکنه. تعریف میکنه. پدر من دست ما رو گره برد تمام اتاقا. گفت این اتاق اونجا بازرسی میکردن. یعنی لحظاتی که من باهاشون نبودم تو زندان اونجا تجربه کردم. دیدم چه حالی اینا بهشون دست داد. بعد گفتیم بریم تو اتاق. نگو اتاقات تو سلول بود. درهای سلول همونجور پنجره های آهنی داشت که به زندانی ها صحبت میکردن. همون قدیمی. دره که باز کردیم تخت دو طبقه بود. پدرم گفت من دو سال طبقه زیر دو طبقه میخوام. من اینجا به خواب نیستم. دوشک ورداش انداخت تو زمین گفت من رو زمین میخوابم. یه 18 نفر بودن که گفت اینا حکم اعدامتون در اومده و اگر الان توبه نکنید اعدام میشید. و ما شما را صدا کردیم به این منظور که ما 4 مرتبه از شما سوال میکنیم در فاصله 4 ساعت. یعنی شما الان صدا الان بهت میگیم که آیا به عقیده خودتون باقی هستید یا نه. اگر گفتی به عقیده خودم باقی هستم زیرش باید امضا کنی بری بالا. بعد از یه ساعت دیگه شما را صدا میکنیم. بازم اگه گفتی که به عقیده خودم باقی هستم دوباره باید امضا کنی بری بالا تا 4 مرتبه در فاصله 4 ساعت صداتون میکنیم. اگر بعد از 4 مرتبه هم گفتی نه شما حتما نمیدونیم. خلاص در این گفتگو بودیم که دوباره صداش کردن. صداشون کردن رفتم پایین. رفتم پایین این دفعه که اومدم بالا گفتم چی تو شد؟ گفت این دفعه به ما گفتن که شما معلومه که هر 14 وشو انکار نخواهی کرد به دیانت خودتون پابندی و بعد اعدام بشید. پس حالا هر چهار مرتبه رو سوال میکنیم امضا کنید. طاهره ارجمندی پرستار بود. شوهرش جمشیدم توی بخش مردا بازداشت بود. چقدر طاهره نگرانش بود. میگفت اگه بلای سرش بیاد من چیکار کنم؟ بدون جمشید نمیتونم زندگی کنم. طاهره درس پرستاریش تموم شد و بعد به بیمارستان شیر و خورشید سرخ یاسوج رفتن و همسرش هم در همون شهر یاسوج یک مغازه‌ای رو اجاره کرد، مغازه فروش لوازم خانگی، لوازم الکترونیک. اونجا بود تا موقعی که انقلاب اتفاق افتاد. مغازه رو غارت کردن، خونه‌شون رو غارت کردن و طاهره هم در اونجا بیمارستان بود. تأمین جانی نداشتن. من یک بار در موقعی که در یاسوج بودن در حین انقلاب رفته بودم یاسوج و اومدن به ما گفتن که شما در اینجا امنیت ندارین. از طرف پلیس به ما گفتن اینجا شما امنیت ندارین، ما هم نمیتونیم امنیت شما رو تأمین کنیم، ما خیلی مشکلات زیادی داریم در اینجا و بهتره که مدت از اینجا برین تا اینکه یه مقدار اگه آرومتر شد برگردیم. بعد هیچی، ما همراه با طاهره و جمشید و برادرش و خانواده برادرش اومدیم شیراز. خب من اونجا مهمون بودم. 18 سالم بود. 18 سال بین 18 19 سالم بود موقع دستگیری. جمشید رو که شلاق زده بودن برده بودن در محوطه زندان روی زمین خاکی مجبور کرده بودن راه بره. خب این پای کف پایی که شلاق خورده بود راه رفته بود، عفونت کرده بود. موقعی که آورده بود من مادرم این رو دیده بود تعریف میکرد. موقعی که آورده بودنش چند تا از ناخن‌های پاش افتاده بود، خیلی به سختی میتونست راه بره. من خودم هم تونستم دوبار برم ملاقات کنم. گفت حاکم شهر اومده در زندان و گفتش من حکم شما رو نوشتم که یا میتونین توبه کنین و یا اینکه حکمتون اعدام هست.
فرصت ما هم کمه. هیچی، ما یه مقدار دلداری دادیم، گفتیم که، یعنی من دلداری دادم به اون کسایی که ملاقات میکردن، دلداری دادن، گفتن که خب این حتما جدی نیست و حقیقتا هم کسی فکر نمیکرد که جدی باشه. در هر صورت این رو چند بار به همه ما گفتن، ولی اینکه دادگاهی برگزار بشه نشده. حتی در اون موقعی که من رفته بودم که گفت حکم ما، گفتن شما میتونین یا توبه بکنین یا حکمتون ادامه، بعد گفته بودن که خب ما که هیچ وقت توبه نمی کنیم اینا. اون حاکم شهر طاهره، اینو من یادم دقیقا، خندید، با خنده به من گفت، گفته حاکم شهر حتی گفته که شما بیاین در گوش من خیلی آهسته بگین که ما دیگه باهایی نیستیم، من همون موقع حکم شما رو می نویسم، حکم آزادیتون رو، و از همون موقع شما آزادین، میتونین برین خونت. دنبال این بودن که بگیم دیگه بهایی نیستیم، به اصطلاح اونا توبه کنیم. اسمش رو هم گذاشته بودن استتابه. همینجور که میدونین گروهی که از این زندانی ها خانواده بودن، مثلا جناب اشراقی، خانمشون، خانم اشراقی و دخترشون رویا، جمشید سیاوشی، خانمشون طاهره، آقای محمود نژاد، خانمشون و مونا، زرین مقیمی، پدر و مادر، خانم یلدایی، پسرشون بهرام. خب اینها آقایون که نامه می نویسن به قاضی که ما ماها اینجا هستیم ولی خانواده هامون هنوز ندیدیم. و همینجور که می دونین اینها رو که برای بازجویی می بردن می گفتن که یا باید به اسلام بیان و یا حکمتون اعدام هست. خب در موقع تعلق که چند بار اینهای مراحل رو گذرانده بودن و اینها فکر میکنن که خانواده ها رو با همدیگه بیارن، شاید همدیگه رو ببینن، احساساتی بشن و از دین باهایی برگردن و به اسلام بپیوندن و قبول میکنن. تا ستان گفتش که خیلی خوب صحبتمون که تموم شد، اونایی که عائلشون اینجا نیست برن تو سلولاشون و اونایی که هست برن ملاقات کنن. چیزی که خیلی جالب بود برای من، زرین پسر که دیدبوسی کردیم شونه های منو گرفته کن داد محکم، گفتش که محکم باش، میخوام به افتخار کنم. و یعنی مثلا ایشون گفته که توبه کنید سوس نشید، منم گفتم خاطر جمع باش زرین، مطمئن باش. رویا برای خواهرم تعریف کرده بوده که خیلی لذت برده و دست میکشیده به صورت پدرم که ریش پدرم بلند شده بوده و گفته پدر چقدر ریش تو دوست دارم. بعد پدرم توضیح میده که آره توی زندان ما تیغ نداریم که اصلاح کنیم. اون کسی که اونجا بوده میگه که ببین چقدر شما همدیگر رو دوست دارین، کافیه یک کلام بگین برمیگردین به زندگی که داشتین، فقط یک کلام کارشه. و رویا برمیگرده میگه که عشق و محبت پدری و مادری طبیعیه ولی قابل مقایسه نیست با عشق الهی. این دادستانیه که دستور بازداشت ما رو صادر کرد، ضیا میر عمادی، و اینم حاکم شرع شیرازه که حکم اعدام ما رو تایید کرد، حجت الاسلام قضایی. دو گزینه داشتیم، اسلام یا اعدام. چهار بارم پرسیدن بهایی هستید یا مسلمون. جواب ما روشن بود. تازه می گفتن صهیونیست و جاسوس هم هستیم. حکم اعدام که صادر شد، بعضی از سازمان‌های حقوق بشری اعتراض کردند. رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا، از حکومت ایران خواست آزادمون کنن. آقای خمینی هم به حرفای ریگان اعتراض کرد. از اون طرف هم آقای ریگان میگه که این بهایی ها بیچاره ها مردم آرامی ساکتی مشغول عبادت خودشون هستن، جهات مذهبی خودشون را به جا میارن و ایران برای خاطر همین که اینها اعتقادشون مخالف با اعتقاد اونهاش گرفتن. اگر اینا جاسوس نیستن و اگر ایران برا فقط جهت مذهبی به اونها توجه کرده بود یا گرفته بود، شما صداتون در نمی آمد. شما برا خاطر اینکه اینها یه دسته هستن که به نفع شما هستن،
و الا ما شما را میشناسیم، امریکا را میشناسیم که انسان دوستیش گل نکرده است که حالا برای خاطر 22 نفر بهایی که در ایران به قول ایشان گرفتار شدند، برای انسان دوستیه که بر همچی صدا کرد و فریاد کرد و به همه عالم متشبث شده است که به فریاد اینا برسید. مردم شما را میشناسن. خبری که از آمریکا اومد، من به فرزانم گفتم این خیلی بد چیزیه. برای که خب معلومه دیگه، وقتی آمریکا یه چیزی بگه اینا برعکسش میکنن. موقعی که من مادرم رفته بود و با اون به اصطلاح حاکم شهر صحبت کرده بود که گفته بود اینا جرمشون، بزرگترین جرمشون همینه که باهایی هن و حکمشون هن. خب بعد من این نکترم بگم که مادر من گفته بود خب اگه اینجوری باهایی بودن جرمه که خب منم باهایی هم، ما باهایی هستیم. و خیلی میگفت اون حاکم شهر به ما نگاه کرد تو چشمای گفت ما، خیلی طرز عجیبی گفت، ما همه شما را هم میکشیم ولی همه رو با هم نمیتونیم، کم کم همه رو اعدام میکنیم. این رو گفته بود. شب 28 خرداد 1362، سه هفته بعد از سخنرانی خمینی، ما 10 زن رو بردن میدون چوگان پای چوبه دار. من و زرین مقیمی عبیانه 29 ساله، رویا اشراقی 23 ساله، عزت جانمی اشراقی 57 ساله، طاهر ارجمندی 30 ساله، سیمین صابری 25 ساله، شیرین دالوند 26 ساله، مهشید نیرومند 28 ساله، نصرت یلدایی قفرانی 46 ساله، اختر ثابت 25 ساله. خانواده همون از ساعت دقیق اعدام ما خبر ندارن، ولی میدونن که پیش از سپیده دم 29 خرداد بوده. ساعت 11 یک ساعت پیش از ظهر بود که خانم فتایی پسرشو فرستاد که هر چی زودتر بریدن پزشک قانونی. وقتی رفتیم تو، اون وقت پاسداره گفت که من نمیتونم اجازه بدم چون الان ساعت 12 میام برم برای نماز، شما رو میبینن دردسر برای میاد میشه. اون وقت خانم مهمون نژاد گفت تو رو به خدا ببین، نه ما گریه میکنیم نه هیچی، ولی میخوایم یک نظر اینا رو ببینیم، برای آخرین دفعه بچه‌هامون رو ببینیم. گریه نمی‌کنیم. هیچی، دری که وا کردیدیم، یه اتاق خیلی کوچیکی، یه کولر اون بالا کار میکنه، البته خودش سردخونه نیست، یه اتاق معمولی بود. وقتی در وا شد دیدیم که 10 تا جنازه زن و دخترها اینجاست. همچی که در وارد شدیم، اون وقت البته منا شهید اون وقت مادرش دیدش، همینچه موهای بلندی داشت رو صورتش، همینطور موهاش رو صورتش بود، مادرش نشست بالا سرش. من یه قدری گشتم تا اون وقت چون چادر رو صورت زرین افتاده بود تا زرین رو پیدا کرد. زرین لباسی که من جدیدن داده بودم اون وقت شناختمش. این چادر رو عقب زدم، سرش گرفتم رو زانو، سرش گرفتم رو زانو، یه باند کوچیکی رو چشماش بسته بود، این باند رو بالا زدم، سرش گذاشتم رو زانو. اون وقت شروع کردم به بوسیدن. اون وقت این برادر پاسدارم التماس میکنه که مادر الان میام، برای من مسئولیت داره. گفتم ببین من گریه نمیکنم، من باید به جای
برادرش، به جای خواهرش، به جای پدرش که الان زندانه، باید اینو غرق بوسه کنم. بوسیدمش، اون وقت سرش رو دوباره گذاشتن دم این ناراحتی، سرش رو گذاشتن زمین، باندم رو چشاش، دوباره کشیدم و از پزشکخانه بیرون اومد. مادر مونا دید، مادر من دید. مادر من ازش میزید میگفت، به یک دوستاش میگفت من به چشمای من نگاه کن. این چشما دشت کربلا رو به چش خودش دید. ده تا جسد چه فرق؟ مادر من هر وقت این داستان تعریف میکرد اشکش سرازیر بود. اصلا به جوری قلبش شکسته میشد که من احساس میکردم. نمیتونستم مثلا الان اینه که تعریف میکنه، من واقعا احساس میکنم که شوخی نیست. شوخی نیست. بچه تو که همه زحمت کشیدی بزرگ کردی با جون دل، تو داری زرورق بزرگش کردی، یکی بیاد جونشو بگیری اینجوری به دارش بزنه، جای طلاب رو گردنش باشه، چشاشو بسته باشه. این زرینه که پیرن سفید پوشیده. اینجا هم ابیانه است. از زرین این فیلم مونده. ولی از بقیه‌مون فقط عکس. این عکس رویا با پدر و مادرشه. رویا و مادرش رو هم با ما اعدام کردن. پدرش رو دو روز قبل از ما. رویا پر از عشق به زندگی بود. وقتی که دانشگاه قبول شد، خیلی امکاناتش براش بود که مثلا بره پزشکی، ولی به خاطر عشقش به حیوانات رفت دامپزشکی و سال دوم دامپزشکی بود که از دانشگاه اخراج شد. جالب اینه که حتی زمانی که در زندان بود، برای خواهرم که میرفت به ملاقاتش هر هفته بهش میگفت که مثلا امروز توی کاهویی که به ما دادن یه حلزون کوچولو بوده و این حلزون رو میذاش کنار گوشه های اتاقشون، سلولشون، و مرتب گزارش این حلزون رو میداد. یا اینکه یه دفعه خواهرم میگفت که توی زندان یک گربه بچه دار شده بود و تا چند هفته هر دفعه اینو ملاقات میکردن خواهرم گزارش این بچه گربه ها رو میداد. و البته فکر کنم زندان رو سمپاشی کردند و همه گربه ها از بین رفتند، که خیلی باعث افسردگی خواهرم شده بود که چرا این حیوانای بیچاره رفتن. گردن بند من از سنگی که توی این گردن بند من هست، سنگی که رویا توی یکی از این کوهنوردیاش پیدا کرده بود، سنگش رو پیدا کرده بود. این انگشتر مادرمه که همیشه من دست مادرم رو با این انگشتر بیاد دارم. اینم وسایل سیمینه. حالا فقط این یادگاری ها برای خانواده ها باقی مونده. ما حتی قبر مشخصی هم نداریم. همه ما رو اینجا دست جمعی خاک کردن. حالا بخشیش شده کارگاه سنگبری و روی بخشیش هم یه ساختمون برای ورزش و تفریح اعضای سپاه فجر ساختن. مادرم تعریف کرده بود که رفته بود شیراز، رفته بود ببینه چه خبره در اون اطراف گلستان. همین که میرفته و میومده، یک آقایی بوده اونجا دکه فروش بوده، دکه‌ای بوده، دست فروش بوده به قول معروف. این میگه که شما کسی رو دارین اینجا؟ از مادر من میپرسه. مادر من میگه بله، من دخترم اینجاست. و اون آقا میگه، تعریف میکنه، میگه آره من اینجا بود، صبح زود بود که من تازه داشتم دکم رو باز میکردم، دیدم با ماشین اومدن و اجسادی رو ریختن در اینجا و با چادر پیچیده و روش هم خاک ریختن و رفتن.
آقای مقیمی توی اون سفرش به ایران مادرش رو آورد اینجا. قبری که نبود. فقط میخواست حال و هوای اینجا رو حس کنه. مامان. خوبی مامان جو؟ خوبی؟ خوبم. دلت خالی شد؟ خیلی. آخر اخبار شنیدم که اجساد از اونجا در رو بردن جای دیگه. اجساد کجا دارم دیگه؟ بعد از 40 ساعت بودن استخون چیزی بوده. اون از اونجا منتقدن جای دیگه. هیچ وقت به مادر نگفتم. چون برای مادر اونجا آخرین جایی بود که اینا بود. نمیتونستیم به مادر بگیم. یعنی دیگه واقعا تحمل نمیتونست. دیگه به سنی رسیده بود که تحملش غیر ممکن بود. هیچ وقت نفهمید که اون جای دیگه وجود نداره. 14 ماه بعد از اعدام ما، پدر زرین آزاد شد. مادر و پدرش تا آخر عمرشون قصه ما رو برای همه تعریف میکردن. پدر من رو 4 ماه قبل از خودمون دار زده بودن. عکس من و بابا تا آخر عمر مامان توی تاخچه خونمون بود. اینم یه عکس از خانواده اشراقیه. رویا لباس قرمز پوشیده کنار پدر و خواهرش. روزیتا خواهر کوچیکش سمت راسته. تنها کسی که از این خانواده توی ایران زنده گذاشتن. اتفاقا موقعی که داشتن خواهر و مادر و پدر رو می بردن، این خواهر کوچیک من بهشون گفت ما همه جا با هم بودیم، هر کار کردیم با هم بودیم، منو هم باید ببرین. ولی اونا گفتن نه، شما جزو لیست نیستی. تصور ما اینه که اینم یک تکنیک شکنجه است برای اینکه پدر و مادر و خواهر چقدر نگران این خواهر کوچیک من که اون موقع یک دختر 18 ساله بود، چقدر باید نگران اون باشن که تنهایی چطور خواهد بود توی این، چطوری میتونه از عهده زندگی بر بیاد. این همون دختره، روزیتا، چند سال بعد. اینجا هم خونشونه، یا بهتره بگم بود. بعد از اعدام پدر و مادر و خواهرش مصادره شد. چند سال بعدم اینجوری خرابش کردن. خواهر رویا تنها موند، اما دووم آورد. 40 سال از اون روزا گذشته، ولی مشکل بهایی ها کم و بیش همونه که بود. من شیراز بازداشت شدم، 20 روز انفرادی بودیم، آزاد شدیم تا زمان دادگاه و قبل و در واقع دادگاه حکم داد 8 ماه زندان به من و شیوا خانومم. توی دادگاهی که داشتم من، چیزی که به قاضی عنوان کردم اینه که من از بچگی به عنوان یک مجرم متولد شدم. در واقع شما وقتی که به عنوان یک باهایی از بچگی وارد جامعه میشی، به چشم یک مجرم بهت نگاه میکنه. ناخودآگاه یک برچسبی روت هست. خب من خاطرم هست که توی کلاس دینی از یک ساعت کلاس، ما 3 تا بچه باهایی بودیم توی کلاسمون و معلم دینی میدونست اینا. و از این یک ساعت شاید 40 دقیقه 45 دقیقهش در مورد باهایی ها حرف میزد. و خب برچسب های مثلا چیزایی که مثلا من نمیدونم چرا واسه بچه های این سنی داشت اینا رو تعریف میکرد. یادمه که از شیری که ما آب میخوردیم، آب نمیخوردن توی مدرسه. یا وقتی که مثلا ما دستمون خیس بود، با ما دست نمیدادن، میگفتن که خب نجس میشیم. اینجا من دارم میرخصم. یادم نیست چند وقت بعد از این عکسا دارمون زدن. قصه عجیبیه، ولی اگه دور و ور رو نگاه کنین، کلی از این قصه ها میبینین که آدم ها برای انتخابشون، برای اعتقادشون و برای هویتشون جونشون رو دادن. انگار داستان ما سال هاست که داره تکرار میشه. دیروز یه مطلبی رو از اینستاگرام یلدا آقا فضلی، یعنی پدر یلدا آقا فضلی، منتشر کرده بود و اینکه در واقع بهش گفته بود که خب این تظاهر بعد از آزادیش، این تظاهرات تو میری ممکنه کشته بشی و این مردم خوابو کسی نمیتونه بیدار بکنه. ولی اون مثل اینکه مصمم بوده که در راه این آزادی قدم بذاره.
در واقع اینو که خوندم خیلی واسه هم شباهت داشت به مونا این یلدا آوافضلی. بله من برای یکایکشون گریه کردم، از مهسا تا نیکا هر کدومشون، چون اونها هم واقعا برای آزادی جون خودشون رو از دست دادن. واقعا همون روز رو یادم آمد که روزی که به خبر اعدام مونا رو دادن به مادرش. شاید اون موقع مردم ایران اینقدر آگاه نبودن یا حتی فکر نمی کردن که چای دختر 16 ساله بعد از دنیا بره. ولی الان خیلی از جوانای ما، چه پسر چه دختر، جونشون رو دارن هر روز از دست میدن برای آزادیشون، برای آزادی مملکتشون. و من همیشه بهشون فکر میکنم و به یادشون هستم. واقعا هر روز که از یک اعدام جدید میشنوم من، تمام اون درد انگار که باز بر میگرده. یعنی اون دردی که آدم پدرش و مادرش و خواهرش رو از دست داده، و الان من حس میکنم که درد اون مادری که پسرش رو از دست داده، اون مادری که همسرش رو، پسرش رو، دخترش رو از دست داده. یعنی همه اونا وقتی که دادخواهی نشده باشه، همه اونا اون درد رو دوباره تشدید میکنه. خیلی از چیزهایی که برای جامعه بهائی اتفاق افتاده هنوز کشف نشده، هنوز در پشت پرده است، هنوز ما نمیدونیم در اون دادگاه‌های انقلاب، در اون سالن‌های بازجویی چه اتفاقی افتاده. ما اینها رو هنوز هیچ کدوم نمیدونیم که اصلا دادگاهی تشکیل شده، دادگاهی تشکیل نشده. ما اینها رو هیچ کدوم نمیدونیم. و من امیدوارم که واقعا کشف حقیقت بزرگترین آرزوی منه شخصا. خب هر کس باید واقعا یک روزی کارایی کرده پس بده. خب باید ازشون پرسش که چرا؟ چون این چراها از اوناست که چرا تونستین یک دختر 16 ساله رو اعدام کنین، یک دختر 20 ساله، یک 24 ساله که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود. خب اینها باید جواب بدن که چرا این کار کردن. مسلمه واسه ممکنه دختر خاله من، واسه بازماندگان خیلی مهم باشه که اینا محاکمه بشن، ولی به این فکر میکنم که آیا جور اون آدمایی که رفته میتونه دوباره برگرده؟ و مهمتر از همه این که ما به عنوان نسل‌های بعدی چه درسی از این قضایا گرفتیم؟ نمیدونم، این به نظر من درس تاریخی که ما میتونیم بگیریم خیلی مهمتر از اینه که حالا آقای قضایی، آقای میرماد بره بالای چوبه دار. ارزشی واسه من نداره این قضیه. مهمتر از همه اینه که ما ایرانی‌ها بفهمیم که در واقع دیگه از این به بعد با هیچ ایدئولوژی حاضر نباشیم جون آدم‌ها رو بگیریم، حالا هموطنمون باشه، غیر هموطنمون باشه. این فهم کنم خیلی مهمتر. این قصه تموم شد، اما داستان ما هنوز ادامه داره.